دوش گفتم به قلم نام حبیبم بنویس. میدونی چی گفت؟ رگ جونم زد و رگ جانم زد و بنده به خون ایران را. ما ایرانی هستیم، تو بنسر خودم عمل میکنیم، مردم دوست داریم. رفتیم به اوین، ما رو در اوین خواسته بودن. یک آقایی هم اونجا، آقای گیلانی اونجا محاکمه میکرد و یه آقایی هم بود به نام عباس زمانی، البته اونم مؤمن بود. بعد این یک خاطره است. ما رو که اومدن ببرن تو اتاق که چیز کنن، محاکمه کنن و سوال و جوابی داشته باشیم، من با اون آقای، یه آقای بود که اونجا چیز جزو نگهبانا بود و بادیگارد بود و اینا، اسلحه داشت و اینا، این بچه محل ما بود، مال شهباز. من تشنم بود چون من دیابت داشتم، قند. گفتم من میخوام برم تو صحبت کنم، یه لیوان آب اگه میشه به من بده. محلی نزاشت و رفت. رفت، ما رفتیم تو. خب کسای دیگه هم قبل از من رفته بودن، خانوما، آقایون، همه. ما هم رفتیم، مثل که آخرین نفر بودم فکر میکنم، بلکه ساعت 11-12 شب بود. رفتیم تو، اون آقا یه مقدار پرونده جلو شد واز کرد و عکسای ما اینا اونجا بود با آقای زردشیر زاهدی و امثال اینا، با این دار درس ها عکس بود. خب هنرمند هم که میدونی با همه مردم باید بجوشه، با همه رفیقه، اصلا بدی نمیدونه. اگه بدی بخواد بدونه و بدی بکنه و تلافی بکنه که اصلا هنرمند نی. اون فرقش یه هنرمند فرقش با یه انسان عادی اینه که بخشش تو وجودش باید خیلی زیاد باشه، حالا چه در مادیاگری، چه در حتی اگر یه کسی بهش بدی هم بکنه، اون بخشش خیلی مهمه. خب اون آقا از من سوال کرد، سوالا رو کاتور کرد، از این حرفا. من هم تو ساکت نشسته بودم، چی بگم آخه؟ خب اتفاقات بود که افتاده بود. بعد گفت آقا شما دفاعتو بکن، این آخری دفاعته، دفاع از خودت دفاع بکن، اگه کاری چرفی داری چیزی داری. گفتم نه، من یه بیت شعر برای شما میخونم، شما جای امیرالمومنین نشستی داری حکم میدی. گفت چیه؟ گفتم که من اگر زنده بودم این خط تو میدم یه شاعر خوشخط بنویسه، شما جای امیرالمومنین نشستین بالا سرتون بزنی. اگر نبودم هم که دیگه نبودم دیگه. گفت چیه اون شعر؟ گفتم به قتل چون منی، چون میگو آخرین دفاعت بکن دیگه. گفتم به قتل چون منی گر خاطرت خوشنود میگردد، به جان منت، ولی تیغ تو خون آلود میگردد. من که میرم، تویی که این سر منو بریدی، این خون هر وقت چشت میفته تنت میلرزه. خوب گرفت، چون من معتقدم که اولا مردن همه میمیره و از زیباترین چیزهاییست که در زندگی انسان هست. البته هر کی که مرده تا شما دیدی یکیش برگرده، پس همه اونجا جای خوبی دارن. پس کسی که جای خوب داره بر نمیگرده. یه نفر ما ندیدیم اینا که مردن برگردن. به همه دلیل اون آقا من رو بخشید اصلا. یعنی اون شعر باعث شد ما حالا چیز مهمتر از اون، ما اومدم بیرون در، اومدم بیرون در بنادم اون آقایی که من بهش گفتم یه لیوان آب بیار که نیورد، دیدم یه دونه لیوان آب آورد به من داد، گفت بفرمایید. گفتم نه، من آب اون موقع خواستم که دهنم خوش شده بود، میخواستم برم حرف بزنم، الان که نمیخوام. گفت نه، اون موقع شما هنوز مورد اتهام داشتی، یعنی ممکنه اعدام میشدی، اتهام داشتی. ما نمیتونستیم به یک کسی که
مسلمون نیست. اینا اینجور فکر میکرد که شاید میکرد شاید من مسلمون نیست، در صورتی که من یک کسی هستم که همه چیزو خیلی راحت قبول میکنم. به هر صورت از این داستان ها زیاده آقای ظریف. بالا شنیدی یادگار جاودان نورعلی خان است و دائم این کلام دلنشین زان مرد بی همتا شنیدی. میوه جان من است و حاصل عمری که اکنون قصه پرقصه‌اش را از زبان ما شنیدی. از صدای دلنواز و جان شکار او چه گویم، وان حکایت را که خود از نغمه گلپا شنیدی. نغمش آمیزه شوق است و شور و عشق و عرفان، گر سخن زان عندلیب عاشق شیدا شنیدی. جاودان خنیاگر گلها که عمری همچو شبنم، صوت جان بخش وی از برنامه گلها شنیدی. دیگه این آخر کاره، آخرین سوت قطار هنوزم یکی پیاده هنوزم یکی پیاده هنوزم یکی سوار دیگه این آخر کار دیگه این آخر کار. به پایان برنامه میرسیم. پروانه میخوام که دستان گرم شما رو بفشارم و تا برنامه دیگر همه شما مهربانیاران رو به اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی بسپارم. پروانه میخوام از برادر مهربان مهندس امیر شجره، پایه‌گذار این تلویزیون 24 ساعته پارس و حتی رادیوی 24 ساعته صدای ایران که بعدها کسان دیگه خریدنش، مال شجره بود و شجره پایه‌گذاری قضیه بود، این قوطی ها و اینا رو درست کردن موقع، ازش سپاسگزاری کنم برادر عزیزم. و از همه شما مهربانیاران بخواهم که بیزارم از دین شما رو و از هنرمندا بخوان